سلام نوروز و جذبه های پنهانیش. روز دوم فروردین، این اولین برنامه ما در سال جدید 1398 خورشیدی. امیدوارم سال خوب و درخشان باشه برای ایران، میهن و مملکتمون، سال صلح باشه برای جهان. آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنن، همینجا سلام میکنم به سارا خانم ایرانی، تشکر از آقای دکتر علی میرفتوس در پاریس که پیام نوروزی فرستاده و طبق سر هر سال برای هموطنانش که از روشنفکران تراز اول ماست آقای میرفتوس. در حال بیزنم یک روز اون رو در استودیو داشته باشیم. بر روی همینان هم نوروز رو ایرانی ها خوب شروع کردن در سراسر ایران، علی‌رغم این همه سی سال و درد و رنج و نگرانی و گرانی و تورم و از این قبیل و ورشکست شدن خیلی از غذافروشی ها، رستوران ها، چلو کبابی ها و همینطور آجیل فروش ها. باورتون میشه آجیل فروشی در ایام نوروز برای نخستین باره به نظر من تو این شاید 100 سال اخیر که ناچار میشن که کرایه پایین بکشن یا انتظار بیهوده بکشن برای داشتن مشتری، و مردمانی که کنار در این آجیل فروش ها می ایستادن، مردمی رو که می رفتن برای خرید و بر می گشتن مورد اعتراض قرار می زدن که من یه وضعیت مملکت و مردمان رو خودتون نمی بینید، مردم در رنج. یک عدد پسته 14400 تومان، یک عدد پسته 1400. خب امیدان ارجمند، این کلیپ نوروزی رو نگاه کنید، برمیگردیم. رسید بهار، همین کنار راه فرار نداره، واسه رسیدن این سال نو دلا چه بیقراره. سمن و سیر و سنجد و سرکه، سبز و سنبل و سماق و سکه، رقص ماهی ها گوشه برکه چه حالی دارن. آینه و شمدون و گلای رنگین، چه حال و هوایی بیا و ببین، همه با هم پای سفره هفت سین در انتظارن. صحنه‌های جالبی دیدیم از نوروز و به نظرم یکی از جالبترینش کاری بود که شالی زمردی کرد در تلویزیون فاکس، همینطور برنامه ویژه گذاشته بود روی اینترنت و اینستاگرام از مراسم پخت و پز نوروزی. فوق‌العاده جالب بود مثلا برای آمریکایی‌ها. اما اجازه بدید وزارت خارجه آمریکا شمار کارمندان فارسی زبان وزارت خارجه رو به افزایشه و
آخرین گزارشی که خود من داشتم از این سو از آن سو از بسیاری از کسانی که با مراکز قدرت در واشنگتن در ارتباط هستم به این نشستم که واقعا دولت ایالات متحده آمریکا در فکر رژیم چنج، در فکر رژیم چنج و روز به روز داره مصرتب میشه. این اتفاقی که در روز گذشته افتاد، توییت آقای دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن گلان، بلندی های گلان به عنوان بخشی از خاک اسرائیل، این نشانه حضور نظامی جمهوری اسلامی است و به نظرم شخص قاسم سلیمانی در ایجاد تغییر نقشه خاورمیانه نقش مهمی داشته. این اتفاقات جولانه، اتفاقات گلان، ایران هم روزی در اینجا حضور نظامی داشته، دست کم چهار گردان میدونیم بعد از اینکه این منطقه وسیله نیروهای اسرائیلی در جنگ شش روزه اشغال شد، به دعوت سازمان ملل ارتش ایران هم بخش از نیروهای خودش رو به گلان فرستاد. چهار گردان دست کم در ادوار مختلف به گلان رفتن و در اونجا حضور داشتن تا اینجا انقلاب شد و آقای بازرگان اومد سر کار و دولت موقت نیروهای ایران رو فراخواند، اما مجموعه تأسیسات نظامی ایران در اون منطقه حیف و میل شد و از بین رفت. این آغازه شروع بحران‌های مسلح بود در منطقه و بعد تلف شدن ثروت‌های ملی ایران در منطقه خاورمیانه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، وسیله حزب الله لبنان و و و. به نظر من شخص آقای قاسم سلیمانی در ایجاد تغییرات نقش مهمی داشته، چون هم تو که ملاحظه کردید عکس العمل ها چندان شدید نبوده. تا به حال ما عکس العمل از ناحیه چین ندیدیم یا اتحادیه اروپا، تنها اتحادیه عرب محض خالی نبودن عریضه معمولا این کارو میکنه. اعتراضی ایران بوده، روسیه بوده، همه ما میدونیم که روسیه داره نقش دوگانه ای رو ایفا میکنه در مورد حضور ایران در سوریه و واقعا هم علاقمنده که ایران از سوریه بره، نیروهاش برداره بره، چون ایران رو مزاحم خودش میدونه، مزاحم حضور خودش. در نتیجه تلویحا روسیه موافق کاریست که آمریکا کرده، موافقه، چون در مورد تامین امنیت اسرائیل هیچ مناقشه ای با این کشور نداره، هیچ مناقشه ای با آمریکا نداره. اما بریم به وزارت خارجه آمریکا، کارمندان ایرانی وزارت خارجه رو با هم ببینیم. همینان هم ما کارمنده دفتر ایران وزارت خارجه ایالات متحده مایلین تبریکات خود را به ایرانیان تقدیم کنیم به مناسبت نوروز. بهار به سال نو، زمانی که خانواده ها با شادی گرد هم می آیند. ما برای همه شما نوروزی شاد آرزو می کنیم. روزتان نوروز، روزتان پیروز، نوروز مبارک. در آمریکا هرگز با چنین نمایشاتی نداشتیم، حتی اغلب کارمندان وزارت خارجه، مثلا کارمندان که در نهادهای حساس دولتی کار میکنن، بهشون تاکید میشه که چیزی رو از درون اداره و نهادهای خودشون به بیرون درس ندن، یعنی حتی به همسران خودشون، به خانواده خودشون. اینا همه نشون میده که آمریکا در سیاستی که داره اعمال میکنه، در رویکرد خودش نسبت به ایران مصر، روز به روز هم داره مصرتر میشه. و به نظرم باز این وسط نقش قاسم سلیمانی ببیشه در منطقه خاورمیانه و علیه منافع ایران خیلی نقش مهمی بود، خیلی نقش مهم. این تهدیداتی که دائما از طریق سپاه قدس صورت گرفته علیه امنیت اسرائیل، دنیا رو متقاعد کرده به اینکه این تغییرات لازمه. اما بریم به سراغ بنگاه های نظرسنجی. نخست یو اس ای تودی رو هم نگاه میکنیم، نظرسنجی کرده از مردم آمریکا، میگه در سال 2020 اگر انتخابات صورت بگیره شما به کی رأی میدید؟
11% میگن که به حزب سوم، یعنی منتظر حزب سوم یا گروه های مستقل. 14% میگن تصمیمی نگرفتیم. به نظر این 14% خیلی نقشه سرنوشت سازی بعدن میتونه در انتخابات داشته باشه. برای همین کماکان نتیجه قطعی انتخابات مجهول میمونه در برابر علامت سوال. 36% میگویند به 36% آبی، بله، میگن به کاندیدای حزب دموکرات رای میدیم و 39% میگن به دونالد ترامپ رای میدیم. این اصلا خبر خوبی برای جمهوری اسلامی که روی با سال 20 سرمایه گذاری کرده نیست. اما دو بنگاه نظرسنجی هم نگاه میکنیم، باز نشون میده که اختلاف در آمریکا کماکان وجود داره بین جناح‌های مختلف. گالوب میگه میزان نرخ محبوبیت دونالد ترامپ یا تاییدیه دونالد ترامپ 39%، در حالی که راسموسن یک بنگاه نظرسنجی دیگه از 45% یا 45% الان 45. یعنی 6% اختلاف، 130 میلیون در انتخابات شرکت کردن. حالا با احتساب نرخ صحب و اشتباهی که رخ میده، نرخ خطا، یه چی بکنی 5 میلیون اختلاف، یعنی 5 میلیون نفر اختلاف، 4-5 میلیون اختلاف. خب در برنامه امروز همینانم با آقای ایمان فروتن هستیم. ایمان فروتن نهاد مردمی رو مدیریت میکنه الان سالهاست و موفق شده شمار زیادی از کارشناسان رو گرده هم بیاره و بیشتر تکیش روی مدیریت آینده ایران و تکوین گروهی که بتونن در صورت ایجاد خلأ در مملکت و میهن ما اداره امور رو به دست بگیرن و ایران لنگ نمونه. این به نظر مقدار مهمی است. همه گروه های سیاسی یا غیر سیاسی باید این کار رو انجام بدن و خیلی از مدیران فعلی مملکت ایران باید مطمئن باشن که به وجود ایران، به وجود اونها در آینده ایران نیاز مبرمه. تصور نکنن که کسانی که قصد دارن تحولی در مملکت ایجاد بکنن انتقام رو هم لحاظ کردن یا انتقام جویی رو. اصلا اگه قرار بشه که دوباره ما وارد دور باطل انتقام بشیم، اون وقت کسانی بعد از ما باید پدید بیان یا بعد از نسل فعلی که بتونه بهش تصفیه حساب بکنه و این اصلا در محاسبات تاریخی مخصوصا کسانی که قصد دارن به دموکراسی برسن نمی گنجه. آقای منفرتن درود بر شما، خوش آمدید. خیلی متشکرم از دعوت شما جناب میبودی. اجازه بدید که سال نو رو به همه همیهنان عزیز هر جای دنیا که هستند و به خصوص هموندان دربندمون درون مرز تبریک بگم و آرزوی اینو بکنم که امسال واقعا سال آزادی باشه به دنبال و تایید صحبتایی که شما کردید در رابطه با اینکه 100% آمریکا و به احتمال زیاد بسیار از کشورهای دنیا الان آماده هستن که تغییر رژیم بشه در ایران. تغییر بشه. دقیقاً. چون درسته آمریکایی‌ها هرگز در این زمینه حاضر به اعتراف نیستن، ولی با همه شواهد نشون میده که نه، تغییر رژیم در دستور کار، کما اینکه پنهان نمی‌کنه که تغییر رژیم در ونزوئلا هم در دستور کار. امروز تهدیدی آمریکا کرده بعد از دستگیری رئیس دفتر آقای خوان گوایدو در ونزوئلا که خلاصه ما رو وادار نکنید که عکس العمل شدید نشون بدید. عکس العمل رو چه عکس العملی قرار نشون بدن؟ به نظرم به حد کافی آمادگی در این زمینه دارن برای نشان دادن عکس العمل نسبت به دیکتاتوری که دلش نمیخواد صدای 80% جمعیت کشور خودش رو بشنوه و معتقد اینا همه پاپت آمریکا هستن. 80% جمعیت ونزوئلا اینا همه عروسک‌های دست آموز آمریکا. بفرمایید. خواهش میکنم، با شما موافق هستم 100%. و این ونزوئلا به زودی خواهیم دید. دیدین که در جلسه ای که آقای ترامپ داشتن با رئیس جمهور برزیل چند روز پیش، قبلا با کولومبیا، الان شواهدش هست که برنامه‌ای هست در رابطه با مسائل نظامی میلیتری که در اون کشورها هست. به احتمال زیاد آمریکا پیش نخواهد بود، ولی پشتیبانی خواهد کرد از پشت که این کشورهای دور ونزوئلا بتونن که اگه لازم باشه این کارو انجام بدن.
اولین باری که با آقای ایمان فروت هم من گفتگو کردم برمود به 10 سال پیش میشه نیست؟ اولین باری که در رابطه با نهاد مردمی صحبت کردیم 10 سال پیش، شاید 11 سال پیش. بله، فکر کردم که بعد از 10 سال ببینیم که تو این فاصله چه کردن و به کجا رسیدن. به هر حال یکی از گروه های فعاله و میدونم خود ایمان فروت هم هر روزه شاید بشه گفت که ساعتهای زیادی در طول روز رو سرگرم پرداختن مسئله نهاد مردمی است. برنامه‌تون چیه؟ نهاد مردمی، ولی در نهاد مردمی الان خب 10 سال روی پا بوده. یک نمونه هست از این که اگر مردم بخواهند، مردم عادی، ایران دوستان بخواهند کاری بکنند، میشود این کاری انجام داد. من خدمت شما که بودم نهاد مردمی هنوز شروع نشده بود و صحبت میکردیم چگونه ممکنه چند نفر دور هم بشن، در جمع بشن در فضای مجازی. الان حدود 7000 نفر از سراسر جهان در نهاد ثبت نام مستند کردن، بیش از 70% از درون کشور هستن. ولی الان به دلیل اینکه وقتی یک زمانی بگذره از هر سازمانی بقیه افراد میگن حالا ما بریم زیر این چت یا چت یه کار بکنیم، همچنین قبل از برنامه خدمتتون عرض کردم الان بزرگترین کاری که مدتی داره انجام میشه جایگاهی هست به نام کنگره جهانی ایرانیان با نام موقت کنگره معتمدین. 50 نفر ایران دوست دور هم جمع شدن بدون اینکه دنبال جاه و مقامی باشن، افرادی که توانایی دارن و ترس و واهمه‌ای ندارن که اسمشون رو بذارن، نامشون رو بذارن در راه آزادی ایران. الان حدود 80 نفر اونجا هستن، فقط با دعوت فعلا هم میهنان میتونن بیان، ولی از یکی دو هفته دیگر ایران دوستان میتونن درخواست عضویت بکنن با هدف نهایی تشکیل حالا یا شورای براندازی هست یا شورای برصورت مدیریت هست. ولی در نهایت الان صدای مردم ایران رو باید شنید و ما ساختار لازم داریم، ساختاری که بتونه کمک بکنه که دنیا بتونه با این ساختار دموکراتیک صحبت بکنه که اگر میخواد پشتیبانی بکنه بدونه با چه گروهی باشه، شفاف باشه. و الان این آمادگی داره انجام میشه در اون کنگره. یکی از مشکلاتی که ایرانی‌ها داشتن توی این سال‌ها به ویژه گروه‌های به آزادی خواه و اپوزیسیون این عوامل نفوذی بوده که دارن یکی بعد از دیگری رسوا و افشا میشن. آمریکایی‌ها هم در این زمینه بیکار نیستن، میگن لیستی از شمار زیادی از عواملی که با درون حکومت در ارتباط بودن توسط دولت آمریکا و نهادهای اطلاعاتی تهیه شده. حالا اینا چه تصمیم میخوان بگیرن نمیدونم، ولی مثلا کوتاه شدن باز دست گروه میانجی یعنی گروه نایاک خیلی برای جمهوری اسلامی هزینه ساز بوده، خیلی مهمه. میخوام ببینم که خود شما برای جلوگیری از نفوذ عواملی از این دست چه کارا کردید؟ آیا مشکلی داشتی در این زمینه؟ ببینید مشکل نداشتیم، ولی تا اگر پروسه و دقیق باشه و راجعش فکر کرده شده باشه و این برنامه طراحی شده باشه میشه جلوگیری کرد. در نهاد مردمی در 10 سال گذشته من فکر کنم حدود 20 تا 25 نفر اخراج شدن از نهاد مردمی، از جمله یکی از اعضای هیئت امنا و 2 نفر مشاور ارشد. یعنی ما چون شوخی نداریم، برای مثال شما اگر برنامه رو جوری بذارید که برای مثال در نهاد مردمی با وجودی که هر کسی که هدف و 5 اصل رو قبول داشته باشه و نشون بده آیدیشو که شخصیت حقیقی میتونه عضو بشه، ولی برای عضویت و کاندید شدن در هیئت امنا یکی از شرایطش اینه که حداقل 10 سال عقب به ایران سفر نکرده باشید، به دلیل اینکه این پناهنده ها میان آقا ما زندان بودیم و فلان، یهو میبینیم که از درمدن. و به اضافه اینکه شما اگه کمپارتمنتالایز بکنید بخش امنیتی ساختار غیره، شما میتونید با روش هایی که بعضی از ما بلدیم، خود من چون برای وزارت دفاع آمریکا سالها کار میکردم، میتونید اینتلیجنس و کانتر اینتلیجنس بکنید ببینید که چی از توش در میاد. کنگره معتمدین یکی از مشخصاتش نام موقت معتمدین این هستش که یکی از دلایلش که با یک تعداد افراد که معلوم هستن چه کسانی هستن شروع شد و در حال حاضر اونها هستن که معتمدین خودشون دعوت میکنن و هر یکی از معتمدین معتمدین خودشون. بنابراین این خط مشخص خواهد شد. اگه یک دونه سیب بعد اون وسط پیدا شد، میشود ندید که خطش به کجا وصله. این طراحی شده است، تنظیم شده است و اتوماتیک هم نیست عضویت در اینجا. این درخواست باید بشه و با یه سری سیستم‌ها، روش‌های امنیتی و رجومون کار میشه. ولی در نهایت مزدوران خواهند بود، باید دید که چگونه میشود پیشگیری کرد و اگر پیدا شد چگونه عمل انجام داد. یه اتفاق واضح امروز افتادم که جز گزارش هاست تحریم شدن فیزیکدان‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی
فعال خیلی خبر مهم میسید. بله من داشتم رانندگی میکردم بیام خدمت شما، تو رادیو شنیدم که 31 نفر از فیزیکدانای اتمی رو آمریکا فردی انفرادی زیر تحریم گذاشته که این باز نشون میده همجوری گفتید اینا شوخی ندارن. الان تا همین امروزا هست که پایان 6 ماه اون فرصت برجام برای خرید نفت و اینا میشه. میدونیم که هفته پیش یکی از پالایشگاه‌های جنوب کشور بسته شد برای اینکه نفت خام نبود که اینا پالایشگاه استفاده کنن. متاسفانه 600 نفر از هم‌میهنانمون بیکار شدن و این وضع اقتصادی بدتر و بدتر خواهد شد. برای همین هم است که لازم است هر چه زودتر یک تشکیلات ساختار منظمی باشه برای اینکه بتونه کارهای براندازی رو پیش ببره، چون آسون نیست. هم بودجه میخواد، هم افراد توانا میخواد و افرادی که واقعا ایران دوست هستن و میخوان این کارو انجام بدن خسته شدن از حرف زدن، خسته شدن سر واژه ها دعوا کردن، 3 اصل و 5 اصل و 6 اصل و 10 اصل. امروز روز کار هست و اینکه صدای مردم ایران رو ما باید بشنویم و این کار رو کمک کنیم، صدای آنها باشیم از در خارج از کشور. دیروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم که همسر اروپایی داره، نمیگم کدام کشور، خودش ایرانی، همسرش اروپایی است. اینا درخواست ویزا کردن که بیان به آمریکا، میخواستن برای مدتی مثلا 2-3 ماه بیان به آمریکا. جواب رد داده بهشون. فکر کنید به شهروند اروپایی جواب رد داده. چرا؟ چون این زن و شوهر 3 سال پیش ایران بودن. یعنی به یک شهروند اروپایی، سفیر اروپایی قمیانان هم آمریکا ویزا نداد به خاطر اینکه 3 سال پیش ایران بوده و اینا فرصت تحقیق بیشتر هم ندارن که این رفته به ایران چی کار کرده، آیا بهش در ارتباط بودن یا نبودن، اصلا قصدش از سفر به آمریکا چیه. چیزی که وارد آمریکا میشه باید توسط نهادهای اطلاعاتی یا ایالات متحده آمریکا کاملا شناسایی شده باشه. دیگه آدم غریب یا آدمی رو که ازش شناختی ندارن به این آمریکا راه نمیدن. این خیلی خبر مهمی است و بعد نشون دهنده اینه که واقعا اینها مصرن در محدود کردن آمدن شهروندانی که حالا یا وابسته به برای از نهادها بودن. باز خبر داریم که دو جوان مراجعه کردن به سفارت ایالات متحده، کنسولگری آمریکا در امارات متحده، یکی سربازی رو در ارتش گذرونده، یکی سربازی رو در سپاه پاسداران، به اون که در سپاه خدمت کرده ویزا ندادن، به اون که در ارتش خدمت کرده ویزا دادن. با اینکه انتخاب با آدم ها نیست درست. یعنی به شما میگن شما باید از سپاه خدمت بکنید، بیچارا اغلب هم بیگناه هستن. اینا خیلی خبر عجیبی نیست؟ عجیب، ولی این نشون میده که اطلاعاتی که نیروهای اطلاعاتی سازمان اطلاعاتی آمریکا دارن. برای مثال من خدمتتون عرض کنم حدود سال 1000، یعنی حدود 10 سال 11 سال پیش که بود جنبش ایران فردا، وقتی که ما در اوج SOS ایران بودیم، از سرداران سپاه که با تلفن ثریا به من زنگ می‌زدن از وسط کبیر 2 صبح که تلفن ثریا تلفن ماهواره‌ای هستش که اینا صحبت می‌کردن، بعد که یک خبر دادن که قرار بمبی در کانادا گذاشته بشه چه افرادی، ما که تماس گرفتیم با نیروهای آمریکایی، 3 نفر اومدن دفتر ما. اونجا یکی از FBI بود، چون در آمریکا همیشه باید مامور FBI باشه، یکی از DLA بود، یکی دیگه هم نمیگفت و احتمالاً از CIA بود. و اینا که بوده 1 ساعت و نیم 2 ساعت با این سردار سپاه صحبت میکردن که من ترجمه میکردم، یهو یورو به آخر یکی از این آمریکایی مطلعی شروع کرد فارسی صحبت کردن و از این سردار سپاه میپرسید که مثلا این ساختمان سپاه طبقه سوم اتاق فلان شماره فلان بغلیش کی میشینه. اون سرمون میگفت، این اون وقت اینجوری چک باگ میکرد درسته. یعنی اینا حتی شماره اتاق میدونستن چه کسی کجا میشین، اطلاعات بود. سیاست آمریکا اون موقع نبود برای تغییر رژیم. الان همجوری گفتین، چون سیاست به نظر میاد که سیاست تغییر رژیم هست، بنابراین بسیار اتفاقاتی به زودی ممکنه اتفاق بیفته. ولی یکی از اون مهرهای شطرنج اپوزیسیون خارج از کشور هست، باید جایگاهی باشه که دنیا بتونه باهاش صحبت بکنه. برای همین هم است که همجوری خدمتتون عرض کردم، ایران دوستانی که مایل این کارو بکنن میتونن که این پشتیبانی ها رو انجام بدن و دوره هم جمع بشن که از توی اون این شورایی که لازم هست تشکیل بشه. بله، من افسودی به یکی از مراکز فضایی آمریکا قرار داشتیم بازدید بکنیم. بعد توی اتاق انتظار بشد، توی سالن انتظار نشسته بودیم، یک آقای من ایرانی بود به ما چاق سلامتی کرد اینها. بعد
با ما صحبت کرد، قرار شما رو هدایت بکنیم اون محلی که رو بریم و ببینیم پاره از تأسیسات فضایی رو. بعد متوجه شدیم که این مسئول امور امنیتی، یعنی ایرانی مسئول امور امنیتی کل این تأسیسات و این نهاد به اصطلاح صنایع فضایی آمریکا است. جالبه اینا به اعتماد کردن. خب بله، ببینید اینا وقتی که سیستم و روند و پروسه باشه فرق نمیکنه شما از کجا هستید، ایرانی هستید، آمریکایی هستید. آمریکایی بد باشه میبرن زندان، ایرانی خوب باشه بهش ترقی میدن. بنابراین ما میدونیم که واقعا ایرانی ها چقدر پر از استعداد و توانایی هستن. یکی از دلایلی که خود من وارد سیاست شدم این بود که من از ایران اومدم سال 1975 با یه دوچرخه و در یک کشوری اومدم که اجازه داد منی که پدر و مادرم فرهنگی بودن، رئیس دبیرستان شیرین و معلم شیمی دبیرستان مروی و آذر، پدر مادرم خدا بیامرز بودن، تونستم که کار بکنم، زحمت بکشم، چند تا کمپانی درست کنم، چند تا اختراع بگیرم و بعد بتونم اینجا برای کشورم کار بکنم. آرزوی من همیشه این بوده که ایران جایی باشه که این همه جوانان ما، این همه ایرانیان پر از استعداد که میان دنیا رو باعث افتخارش میشن در کشورمون کار رو انجام بدن. و تنها دلیلی که پیشرفت از این بیشتر نشده، خب میدونیم جمهوری اسلامی هست، برای اینکه این کارهایی که با بانوان میکنه و مردم میکنه و غیره. کاملا خوشحال میشم. کاملا ببین بفرمایید که شما که از این همه سال در آمریکا هست، میشه الان یه چیز حدود 25 بیش از 40 سال، 75 سال، 43 44 سال، هیچ وقت به خاطر دارید که نهادهای دولتی در آمریکا در رأس شخصیت‌های مهمی مثل رئیس جمهور، مثل وزیر خارجه، چنین پیام‌هایی به مردم ایران داده باشند؟ یا وزارت خارجه حتی سایت فارسی بگذاره دائما وزیر خارجه مثل یک رهبر اپوزیسیون با مردم ایران صحبت بکنه و مخاطب مردم ایران باشن، نه دیگه دولت؟ همیشه دولت‌ها بودن که مخاطب دولت های دیگه قرار می گرفتن. برای اولین بار یه دولتی در دنیا ایجاد به سپدین آمده که مخاطبش مستقیما مردم ایران. داشتیم اون چیزی؟ من به خاطر ندارم داشته باشیم. من تمام این رو نتیجه ریاست جمهوری آقای ترامپ میدونم. شما حتما میدونید که پس طرفدار ترامپ؟ من طرفدار سیاست های ترامپ قبل از اینکه ایشون انتخاب بشن بودم و هستن و شخصیتش رو نمیشه دفاع کرد. بعضی حرفایی که میذارن، صحبت هایی که میکنن، کاش کمتر توییت میکردن بعضی صحبت ها رو، ولی سیاست هایی که ایشون برای خود آمریکا و از لحاظ بین المللی انجام دادن سابقه نداشته. یعنی بارها من میبینم این حرفی که ما اپوزیسیون سالها زدیم، نامه هایی که نوشتیم، انگار که اون جمله های ما رو برمیدارن و آقای پامپیو و آقای ترامپ میگه. خدمتتون عرض کردم 35 سال پیش من کتاب آرت آف دی دیل ترامپ رو خوندم. شاید یک مقدار زیادی از موفقیت های من در بیزینس به خاطر اون یک کتاب کوچک است که آقای ترامپ نوشتن. ترامپ چون شوخی نداره، چون دنبال مقام نیست، چون دنبال پول نیست، ایشون صحبت هایی کردن از جمله تغییر دادن پایتخت اسرائیل به اورشلیم، کاری که در رابطه با گولان هایت امروز کردن، اون دستوری که دیروز نوشتن در رابطه با تمام کالج های دانشگاه آمریکا که فرست امندمنت و حق صحبت محافظه کارا رو در دانشگاه نگیرن، مثل برکلی که هفته پیش زدن تو سر دهن پسر جوانی که داشت صحبت میکرد. کارهایی که ایشون کردن، قول هایی که دادن، احتمالاً تنها رئیس جمهوری هستن که در این چند سال اخیر حرفایی که زدن انجام دادن و به نظر من تاریخ نشون خواهد داد که از مهمترین و بهترین رئیس جمهورهای آمریکا بوده هستن برای کارهایی که کردن. به نظر من اون 8 سالی که آقای اوباما بودن واقعا باعث این شدن که آمریکا، یعنی باعث پررویی کشورهای مثل جمهوری اسلامی و اون کشورهای دیگه شدن. هر چی دلشون خواست با آمریکا گفتن، از لحاظ نظامی آمریکا رو انقدر پایین آوردن که خوشبختانه آقای ترامپ با این 750 میلیون دلاری که پارسال گرفتن الان نیروی نظامی رو میتونن بالا ببرن و بتونن که کشورهای مثل ایران رو پشتیبان مردمش باشن و آزادی، تا اینکه همینجوری استرسکو ببینیم که حالا چی میشه تا رئیس جمهور عالی. ولی دقیقاً شما درست میفرمایید، همچین چیزی سابقه نداشته و امیدواریم که برای همینم است که ما این فرصت رو نمیتونیم از دست بدیم. جناب میبودی، معلوم نیست که آقای ترامپ 2020 چه بشه جریانش، با این اتفاقی داره میفته، معلوم نیست یه ما دیگه چه بشه. امروز بعد از این فرصت استفاده بکنیم، ما ایرانیان برون مرز صدای مردم ایرانمون باشیم و جدی باشیم و کار بکنیم و فقط حرف نزنیم. آمین. روزی که امروز 39% مردم آمریکا میگن به ترامپ رای میدن در دو، ولی یادتون باشه
14% هنوز تصمیم نگرفتن و اینا خیلی مهمه. همیشه گروهی که تصمیمش در دقیقه 90 میگیره سرنوشت انتخابات رو عوض میکنه. سرنوشت انتخابات اول با آقای ایمان فروتن هستیم از نهاد مردمی عمیانان. آقای فروتن کمک مالی هم دریافت میکنی؟ بله، نهاد مردمی احتمالاً اولین سازمانی بود که 10 سال پیش قبلش هم جنبش ایران فردا این واژه های سیستماتیک در ساختار سیاسی و شفافیت رو راه انداخت. سازمان غیر انتفاعی بوده و هست. نهاد مردمی 501c4 غیر انتفاعی است ولی میتونه لابی بکنه. کنگره جهانی ایرانیان با نام موقت کنگره موقت، کنگره معتمدین 501c3. ما در هفته آینده یک همیاری کلان خواهیم داشت برای کار بزرگ شروع این کنگره. بنابراین از هممیهنان همیشه درخواست من این بوده، چون سازمان غیر انتفاعیه، چون قانونیه، چون ثبت شده است و دنیا میشناسه، الان موقعش هست که هممیهنان نه تنها حال نهاد، هر جایی رو که فکر میکنن بهش اعتقاد دارن که برای آزادی ایران میتونه که کار بکنه، باید کمک کنن، همیاری بکنن یا وقت بذارن. من فکر میکنم اگر هممیهنانی که تا الان نتونستن نهاد مردمی رو ببینن و یا اینکه برن irandigitalcongress.org کنگره مجازی ایرانیان ببینن چه شخصیت‌های اونجا هستن، اونجا دکمه همیاری هست، بتونن که از لحاظ مالیاتشون هم آمریکایی‌ها بتونن استفاده بکنن برای کمک. از آمریکایی کمک گرفتی؟ تا الان خیر، ولی امیدواریم که بتونیم بگیریم. من از جمله کسانی هستم که فکر میکنم برای کار بزرگ بودجه بزرگ لازم هست. اون کسانی به نظر من که میگن آقا بودجه نباید از آمریکا و اروپا بگیریم، به نظر من یا واقعا سطح فکریشون در اون جایی نیست که بدونن کار بزرگ بودجه میخواد، یا اینکه مسائل شخصی است که دلشون میخواد خودشون پول بگیرن یا قبلا گرفتن. ما امیدواریم که با شفافیت بتونیم از هر جایی بودجه بگیریم، ولی به هیچ وجه مسلما کسانی که کارنامه ماها رو و از کسانی که در نهاد به کنگره هستن بشناسن، هیچ کس به ما نمیتونه زور بگه که چه بکنیم یا نکنیم، مسلما در خلاف منافع مردم ایران. ولی ما احتیاج داریم به پشتیبانی. اگر پول مستقیم هم نباشه، ما هم همیشه دنبال لاجستیک بودیم، ماهواره رادیو، اینترنت رایگان، خبررسانی، برای اینکه وقتی اون را بیفته مردم ایران خودشون میتونن ایرانیان خارج از کشور از لحاظ مالی همیاری بکنن. ولی خب ما بالای 100 میلیون همچه بودجه لازم هست. کمپ هایی که بعد در افغانستان باشه، کشتی های رادیو موج کوتاهی که بعد در خلیج فارس باشه، در شما بسیاری کارا در درون کشور داره اتفاق میفته. اطلاعاتی که ما از درون بسیج و ارتش و بانک مرکزی و غیره داریم، شبانه روز هستهای مقاومت از درون کشور خبر میدن. الان اون ساختار لازم است که از اون اطلاعات استفاده بکنه. یک سری افرادی که نمیترسن، دنبال مقام نیستن، نمیخوان برن در آینده مقامی بگیرن، برای آزادی را میخوان کار کنن، در کنار یکدیگر با توانایی، استعداد و مدیریت درست کارشون انجام بدن برای آزادی ایران. واقعا وضع اقتصادی جمهوری اسلامی خیلی بده. مثلا من خبر دارم از درون صدا و سیما دیگه ساخت سریال های گرون و فیلم گرون از این قبیل تموم شد، متوقف شد. فقط به کسانی میدن که بتونن با کمترین هزینه سریال، اغلب هم که ساخته میشه واقعا بی‌معنی است و عصبانی کننده است. یعنی نشون میده که کسانی که بهشون مأموریت میدن برای ساخت، اصلا نه با سینما آشنایی دارن، نه با سریال سازی چندان میانه ای دارن، ولی خب اونا فعلا در رأس کارن، کاری هم نمیشه کرد. و یکی هم دوبله متوقفه، دوبله سریال هم در ایران متوقفه، همینطور در بیرون از ایران هم جایی که من شنیدم متوقف شده. و این نشون دهنده اینه که وضعیت به نحو فجیع، وضعیت اقتصادی به نحو فجیع رو به سقوطه و سقف اقتصاد ایران روی زمینه. خب همینا آقای دیوید پیمان، مدیر کل بخش تحریم وزارت خارجه ایالات متحده آمریکاست، تحریم جمهوری اسلامی یا ایرانی، و اون رو برای اولی بار ما همین چند روز پیش دیدیم. یعنی شخصیت فوق‌العاده آگاهی است. جالبه، گفته که این تحریمایی که الان داره صورت میگیره کف اقدامات ماست و این قرار ارتفاع بگیره بره بالا. فعلا ما در کفیم، یعنی اینقدر قراره که برنامه های پیاده بشه که اصلا در قیاس با
کارهایی که امروز داره صورت میگیره بسیار ناچیز. در مورد اورشلیم فراموش نکنید، انتقال پایتخت آمریکا از تلاپی پایتخت آمریکا از تلاپی به اورشلیم کار ترامپ نبوده، این تصمیم دستگاه قانونگذاری آمریکا در گذشته بوده، اما رؤسای جمهور قبلی جرأت نمی‌کردن اون رو پیاده بکنن، ولی ترامپ این قانونی که اونا تصویب کرده بودن رو در واقع در مورد اورشلیم به اجرا می‌آورد. اینو حتما 25 سال پیش این قانون گذشته بود، تمام پرزیدنت‌ها کاندیدا از کلینتون و بوش اینا که با ما گفتن این کارو می‌کنیم ولی نکردن، ایشون اومد و انجام داد. هر کس می‌خواست انتخابش تو کارزار انتخاباتی همه وعده انجامش رو می‌دادن، ولی در نهایت جرأت این کار رو پیدا نکرد. خب همین از با آقای رفعت رو داریم؟ بسیار عالی، تو حالا از آن دیگه با احمد رفعت خواهیم بود، روزنامه‌نگار رو بین المللی. دکتر احمد رفعت میشناسی؟ بله از دور بنه. بله بسیار عالی، دکتر احمد رفعت تقریبا در تمام نقاط داغ دنیا در این 50 سال اخیر حضور داشته، حضور مستقیم داشته. یکی از بدترین صحنه‌هایی که بیاد میاره روز حمله به عراق و بغداد پایتخت صدام حسین. برمیگردیم. نوروز ماندگار است تا یک جوانه باقی است، نور نگاه کوروش بر بردگان بابل بعد از هزارها سال در حکمتانه باقی است. برنامه رو پی میگیریم همینانم آقای دکتر احمد رفعت روزنامه‌نگار بین‌المللی با ما هستند، درست از اولین برنامه سال نو. آقای دکتر رفعت درود بر شما. درود بر شما جناب میبودی، درود بر بینندگان و سال خوب و پر از سلامتی و موفقیتی رو برای همه آرزو میکنم و امیدوارم که امسال واقعا روز نوی باشه برای تمام ملت ایران که احتیاج داره به اینکه یک صفحه از تاریخش رو، صفحه سیاهی رو ببنده و صفحه دیگری رو باز کنه. دکتر بختیار میگفت که این دوره جمهوری اسلامی پرانتز سیاست، یک پرانتزی که باید حتما برداشته بشه. آقای دکتر فروتن، آقای دکتر رفعت میشناسید؟ بله از دور میشستم، برنامه‌هاشون همیشه دنبال میکنم و درود دارم برای جناب دکتر رفعت و عید نوروز خدمت ایشون و خانواده گرامی ایشون هم تبریک عرض میکنم. دکتر رفعت، دکتر ایمان فروتن هم امروز با ما هستن از نهاد مردمی. بله منم ایشون رو دورادور میشناسم، تبریک میگم خدمت ایشون و برای ایشون هم سال بسیار خوبی را آرزو میکنم. آقای دکتر رفعت، چند حادثه خیلی خیلی مهم رخ داده در این 24 ساعت اخیر. به نظر مهمترینش تغییر نقشه جغرافیاست در خاورمیانه و انضمام ارتفاعات گولان یا بلندی های گولان به خاک اسرائیل، یعنی منطقه ای که در جنگ 6 روزه به دست اسرائیلی ها افتاد. اسرائیلی ها در این منطقه سیستم های هشدار دهنده ایجاد به اصطلاح مستقر کرده بودند برای جلوگیری از هر نوع تعرض امنیتی. سپاه قدس آقای قاسم سلیمانی به نظر من در وضعیت مطلوبی که الان اسرائیل پیدا کرده نقش مهم می‌داره. این تهدیدها باعث شد که اقدام آقای ترامپ نسبتاً با سکوت برگزار بشه، چون هنوز ما عکس‌العملی از ناحیه چین ندیدیم، از اتحادیه اروپا ندیدیم، از بقیه کشورها ندیدیم. اتحادیه عرب هم که همه ما می‌دونیم به طور تشریفاتی گاهی یا به طور فرمالیته چیزهایی میگه ولی چندان پشت قضایا نمی‌ایسته. میخوام نظر شما رو جویا بشم، نقش جمهوری اسلامی و تهدیدهاش در تغییر نقشه جغرافیایی خاورمیانه. ببینید همونطوری که آقای مهبودی شما اشاره کردید، تهدیدهای جمهوری اسلامی اعزام
گاهی سپاهیان قدس، گاهی فاطمیون و زینبیون و به ویژه کماندوهای حزب الله لبنان به منطقه جولان در گذشته با وجود اخطارهای متعدد اسرائیل که حضور اونها رو ما در سر مرزهای خودمون تحمل نمی کنیم، بالاخره کار دست خود جمهوری اسلامی ایران داد. یعنی نتیجه این نوع عملیات بی نتیجه شون این شد که یک منطقه‌ای که سالهاست تحت اشغال اسرائیل هم هست بعد جنگ‌های شش روزه به نوعی تملک اسرائیل بر این بخش از بلندی‌های جولان رسمیت پیدا کنه. حداقل آمریکا تقاضا کرده که رسمیت پیدا کنه و با توجه به این که پشت ایران خالیه، یعنی نه جهان عرب و نه اروپایی‌ها دل خوشی از جمهوری اسلامی ایران ندارن، به صورت رسمی چون مجبورن، خب اتحادیه عرب نمیتونه اعتراض نکنه به این پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا. اروپا هم یک اعتراض بسیار آبکی کرد، ولی فکر نمی کنم که کسی به طور جدی بایسته، برای اینکه همه معتقدند که سپاه پاسداران و حضورش در سوریه یک نوع خطر. فراموش نکنیم که اتحاد چهار کشور مهم اروپایی، یعنی ایتالیا، آلمان، فرانسه و بریتانیا، دو هفته مونده به عید، یعنی اواسط ماه اسفند، در یک نامه مشترک از ایران خواستند که سه مسئله رو رعایت کنه، در غیر این صورت روابطشون بحرانی میشد. یکی از اونها عدم دخالت و حضور در کشورهای عربی است و نام هم بردن سوریه، لبنان، عراق و یمن. دیگری خب برنامه موشکی است و سومی هم حمایت از گروه‌های تروریستی. نباید فراموش کرد که بازوی سیاسی حزب الله در اتحادیه اروپا تحت تحریم کشور بریتانیا، بازوی سیاسیش هم، نه فقط نظامی، بازوی سیاسیش هم تحریم کرده. آمریکا هم هر دو رو تحریم کرده. بنابراین خب اگر جمهوری اسلامی به جای این که گوش بده حتی به کشورهایی که نمیخواهند سر جنگ باش داشته باشند، به حرف اونها، به تقاضاهای اونها گوش بده، شاید وضعیت به این خرابی نباشه. ولی جمهوری اسلامی پا رو لجبازی گذاشته و خودش هر کاری رو که برای انزواش در سطح منطقه‌ای و جهانی لازم باشه انجام میده و به قول یک ضرب المثل ایتالیایی میگن آدم اگر خودش به خود، هیچ کس به اندازه خود آدم نمیتونه با خود آدم دشمنی بکنه و جمهوری اسلامی هم داره، اگر سیاستهاش اینه که یک حضور گسترده در منطقه داشته باشه، خودش داره از این حضور رو بیش از این که دیگران کاری بکنن کاهش بده، خودش داره با رفتارش کاهش میده و خودش رو به انزوا میبره. چون در هر صورت جمهوری اسلامی معتقد، من فکر میکنم، یعنی از دید جمهوری اسلامی نگاه کنیم، که اصلا ماهیت جمهوری اسلامی بستگی داره به صدور انقلابش، انقلابی که در سال 1979 یا سال 1357 انجام گرفت. اگر امکان این صدور از اش بگیریم که تا کنون آنچنان هم موفق نبوده، عملا ماهیت خودش از دست میده و دیگه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی که این آقایان میخوان نیست، تغییر میکنه و این مسئله باعث نگرانی شدید رهبران جمهوری اسلامی است. حق با شماست. بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی خود جمهوری اسلامی است. حق با شماست. آقای دکتر رفعت، اون چیزی که جالبه واکنش روسیه است. روس‌ها انتقاد کردند ولی محکوم نکردند. نشون میده که به هر حال توافق دارن هم با آمریکایی‌ها هم با خود اسرائیل بر سر تامین امنیت اسرائیل، و دلشون هم میخواد که جمهوری اسلامی نیروهاشو برداره و از خاک سوریه بره. اینطور نیست؟ بله، بارها آقای میبودی، بارها از آقای مدودوف گرفته تا معاونینش تا شخصیت‌های دیگر روسی گفتن، به دو مسئله اصرار کردن. یکی این که امنیت اسرائیل خط قرمز اونهاست
و دیگر اینکه ایران متحد استراتژیک اونها نیست، یعنی همکاری حتی با روسیه هم یک همکاری تاکتیکی است و یک همکاری استراتژیک نیست. بنابراین جایی که جمهوری اسلامی بخواد خارج از اون نوت‌ها به نوازه به قول معروف، اونها باش همراهی نمی کنند. بس مسئله اسرائیل یکی از این جاهایی است که به هیچ وجه روسیه همپای ایران نخواهد بود، همراه ایران نخواهد بود، برای اینکه امنیت اسرائیل براشون بسیار مهمتره و اینو بارها تو سوریه هم نشون دادن. هر وقت هواپیماهای اسرائیلی به مراکزی که مقر سپاه قدس یا نیروهای تحت حمایتش مثل زینبیون و فاطمیون و یا اون میلیشیای که در سوریه وجود آورده اونجا حمله کردن، روس‌ها پدافند ضد هوایی رو خاموش کردن. در دوباری که اسرائیلی‌ها به موازه ارتش سوریه حمله کردن، پدافند هوایی وارد کار شد و نمونش خب یک درگیری در هوا بود، یک هواپیمای روسی هم سقوط کرد. در هر صورت اینها نشون دادن که اگر اسرائیل بخواد به سوریه ها حمله کنه، به ارتش سوریه حمله کنه، اینها در مقابل این حملات با پدافند S-300 هاشون خواهند ایستاد و اگر به نیروهای تحت حمایه جمهوری اسلامی بخواد حمله کنه روشون رو میکنن اونور و انگار نه انگار که حریم فضایی این جت‌های اسرائیلی وارد حریم فضایی سوریه شدن. من دو منطقه دیدم که مردمانش با اسرائیل خیلی نظر خوش دارن. یکی همین مردمان گلانه، حدود 120 هزار تا جمعیت داره، ولی دلشون میخواد با اسرائیل باشن تا با سوریه، نظرسنجی شده. و یکی هم پاره از اقوام و قبائلی که در لبنان زندگی میکنن و این هم اصلا میانه ای مثلا حتی با دولت مرکزی و با حزب الله و بقیه ندارن، بیشتر گرایش به اسرائیل دارن و روابط حسنه ای هم با اسرائیلی ها دارن. من فقط میخواستم تایید بکنم صحبتی که فرمودی در رابطه با همون قاسم سلیمانی قیرمان. بیدیم در چند ماه گذشته بیش از 100 حمله هوایی اسرائیل کرده به سوریه، به نیروهای جمهوری اسلامی و قدس در سوریه. و اینکه این توییتی که آقای ترامپ دیروز در رابطه با گولان هایتس، ارتفاعی گولان انجام داد، همینجوری نبود که صبح باشه توییت بکنه. اولین علامتش بوده دو هفته پیش بود، وزارت امور خارجه برای آمریکا برای اولین بار در 52 سال گذشته، اینا هر موقعی که راجع به گولان هایتس صحبت میکردن میگفتن اوکیپاید تریتوری، یعنی اوکیپاید اشغال شده. دو هفته پیش برای اولین بار گفتن کنترل تریتوری. بله، بنابراین اوکیپاید وقتی عوض شد با کنترل، یعنی که سیاست عوض شده و نتیجهش جلسه آقای پامپیو با نتانیاهو بود. نتانیاهو هفته دیگه میاد آمریکا برای همین آی پک که الان وضع بعدی هم برای دموکرات‌ها شده، که یه سری مثلا خانم کامالا هریس و آقای بیتو اینا میگن ما نمیریم اونجا صحبت بکنیم به خاطر همون خانم کازیو. من فکر می‌کنم به نفع آقای ترامپ در نهایت خواهد بود، که من فکر می‌کنم در نهایت هم به نفع مردم ایران خواهد بود. بلکه همیانان گروه دوستی بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکاست، یکی از قوی ترین سیستم های لابیینگ در این مملکت. قوی ترینه دیگه نیست؟ دقیقاً در رابطه با منافع اسرائیل، با وجودی که اینا سال هاست که موافق هستن با این نقشه دو تا کشور هم اسرائیل و هم فلسطین باشن، ولی بزرگترین لابی اسرائیل هست در آمریکا و هر سال از آقای اوباما گرفته تا خانم کلینتون، آقای ترامپ، اینا در اونجا میرن سخنرانی میکنن. ولی امسال به خاطر اینکه حزب دموکرات انقدر چپ شده و سوسیالیست شده، دو سه تا از این نامزدها گفتم ما نمیریم سخنرانی کنیم. من فکر کنم اینا بد خواهد شد، چون در انتخابات قبلی آمریکا فقط 25% کلمیا با آقای ترامپ رای دادن و امید ریپابلیکن های نستش که این رو حداقل این بار به 50% برسونن، اگر نه بیشتر. آقای دکتر رفت، آمریکایی گرچه هرگز اعتراف نکردن
به اینکه خواهان رژیم چنج در ایرانند میگن نه و کار و این در واقع در تناقض با رسالت و ماموریت دولت ها و اونا هرگز نمیتونن خواهان تغییر حکومتی باشن یا دخالت در تغییر حکومتی در دنیا. اما به نظر میگن یعنی همه شواهدشون میگه آقا اینا میخوان رژیم ایران رو عوض بکنن، حالا گرچه حتی پنهانم میکنن ولی واقعیت همینه دیگه نیست؟ شما چیه؟ نظرتون چیه؟ بله حق با شماست. قبلش میخواستم در مورد بلندی جولان شما صحبت کردید. خیلی سال پیش قبل از این اصلا جنگ سوریه این آغاز بشه، من همراه با یکی از بهترین روزنامه نگاران ایرانی صفا حائری بله. چندی سال در میان ما نیست، با هم به بلندی های جولان رفتیم، بخشی که تحت کنترل اسرائیل هست، و یادمه که هر بار من دوربین رو خاموش میکردم و میکروفون خاموش میشد، سوری تباران اونجا که در جلوی دوربین میگفتن ما میخواییم برگردیم به سوریه و وطن ما سوریه است و این حرفا، دوربین تا خاموش میشد میگو ببخشید ما مجبوریم این حرفا رو بزنیم، ولی اگر به انتخاب ما بگذارن هرگز دلمون نمیخواد برگردیم به سوریه. اون موقع حافظ الاسد پسر بشار اسد سر کار بود، بریم یه مملکت دیکتاتوری، ما اینجا هم وضعیت اقتصادیمون بهتره، هم از آزادی بیشتری برخورداریم، هم بچه‌هامون رو می‌فرستیم دانشگاه‌های حیفا و تل اویو درس بخونن که خیلی بهتر از دانشگاه‌های دمشق و حلب، بنابراین چه علاقه به بازگشت نداشتیم، ولی خب مجبوریم جلوی دوربین تلویزیون‌ها یا در گفتگو با خبرنگاران این مسئله رو بگیم. در مورد سوال شما اگه برگردم، ببینید خب به درستی هیچ کشوری حق دخالت در سیاست داخلی کشور دیگری و تغییر نظامش رو نداره. البته سر دخالت در سیاست داخلی در سالهای اخیر مسئله حقوق بشر مجزا شده، چون گفته میشه که در این رابطه هر کشوری، چون مسئله به بشریت برمیگرده، هر کشوری حق دخالت در هر کشوری دیگری در این رابطه داره. ولی خب تغییر نظام یک بحث دیگری است، ولی خب نمیشه منکر شد که چه در گذشته در مورد دیگر کشورها، چه امروز در مورد جمهوری اسلامی، کشورهایی که از قدرت برخوردارند میتونند به نوعی رفتار کنند که به تغییر نظام بیانجامه، اگرچه رسما این مسئله رو نمیگویند. اگر من بخوام سیاستهای آمریکا رو در یک سال گذشته بررسی کنم، با شما هم عقیده هستم که کارهای تصمیماتی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران میگیرن تمامش در جهت تغییر نظام در ایرانه. البته خب این تغییر نظام به دو فاکتور به نظر من بستگی داره. یک فاکتور بین‌المللی است و برای تغییر نظام در ایران باید با اروپا داره نزدیکتر میشه به آمریکا سیاستاش، باید یک اجماعی در سطح بین‌المللی انجام بگیره برای اینکه این تغییر بدون خشونت، بدون جنگ باشه. و مسئله دیگر حرکتی از داخل، اعتراض‌ها، حرکت‌های اعتراضی در داخل جمهوری اسلامی ایران هم باید شدت بیشتری بگیرن و بیش از شدت از هماهنگی بیشتری برخوردار باشن تا این تغییر بتونه صورت بگیره. معتقدم در ماه‌های گذشته فعالیت های جهت ایجاد این چنین هماهنگی آغاز شده و شخصا امیدوارم که در عرض سالی که تازه قدم به اون گذاشتیم این هماهنگی ها در حدی باشه که به تغییر نظام در ایران بیانجامه و ملت ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص بشه. با چندتری نظیره و قربانی هم بیاره. تشکر. از بازار را گیه بر کنیم برمیگردیم منزل و گفتگو با شماست. خواهش کنم کوتاه و مفید و مختصر، هم چاق سلامتی نوروزی است، هم میبینیم نظر شما در این زمینه چیست. اونجام که باز من اطلاع دارم، تصورم اینه که ایالات متحده آمریکا موفق شده هماهنگی های حتی با پاره ای از مسئولان جمهوری اسلامی داشته باشه بر سر واگذاری قدرت، بر سر واگذاری قدرت. دیروزم که آقای خامنه ای با سخنانی که درباره این
سازوکار مالی اروپا و ایران بیان کرد، سیلی محکمی به گوش هم آقای روحانی زدم آقای ظریف، چون خیلی امید بسته بودن به اینکه بتونن از طریق اروپا تحریم ها رو دور بزنن. معلوم شد که نه، این یه اسباب بازی بیشتر نیست. در واقع چیزی که ایجاد کردن و درست کردن نه محل اعتناع سرمایه‌گذاران اروپایی است، نه هیچ شرکت اروپایی حاضره روابط و مناسبات تجاری خودش با آمریکا رو به خطر میندازه یا مورد جریمه های سخت توسط آمریکا قرار بگیره. برمیگرد. ارجمندم، نخستین برنامه ما در 1398 خورشیدی جمع بزنی میشه 21 جمع بزنی 1 و 3 میشه 4 و 9 13 و 8 21 میشه ملت ایران 21 بیارن امسال. با آقای دکتر احمد رفعت عزیز هستیم در اروپا، روزنامه‌نگار بین‌المللی، آقای دکتر ایمان فروتن که از راه دور هم آمدن. ترافیک سنگینی هم هست بین اورنج کانتی و لس آنجلس. یادتون باشه فاصله تپه‌های گولان تا دمشق کمتر از فاصله لس آنجلس تا اورنج کانتی است. 70 کیلومتر بیشتر نیست. یعنی اینقدر نقطه حساس و مهمی است از نظر نظامی. اینطوره نیست آقای دکتر رفعت؟ بله همینقدر. و یه خاطره جالبه، خیلی از سوری تباران بخش اسرائیلی گولان و اقوامشون در بخش سوری میان سر مرز، یک تقریبا فاصله از بین دو جایی که سیم خاردار کشیدن، با این مگافون ها خاصگاری. من یک بار اونجا با همین دوست عزیزمون صفا آیری که اونجا بودیم سر مرز رفته بودیم در طرف اسرائیل و مراسم خاصگاری بود با فریاد زدن و با مگافون و بعد هلهله و فلان. وقتی توافق بین دو فامیل صورت میگه هلهله و اینها تا بعد ازدواج صورت بگیره، حالا یا یکی از این ور بره اون ور یا یکی از اون ور بیاد این ور. و میگفتن که بسیاری از مسائل خانوادگی هم با فریاد زدن و با استفاده از مگافون در بین دو سوی مرز اینطوری هر روز یک مسئله. از روزی که ما رفتیم مربوط خواستگاری بود و جالب بود و فاصله واقعا هم از میگفتن اون روزی که ما اونجا بودیم و دو روزی که ما در جولان بودیم هوا به اون صورت شفاف نبود. میگفتن روزایی که هوا شفاف باشه با یک دوربین خوب میشه تا چندین شهر سوری رو تا حدود 30 کیلومتری، یعنی تا نیمه راه بین مرز و دمشق رو با این دوربین های قوی نظامی دیدش. جالبه جالبه. آقای صفا قهری هم تو پاریس 18 هم زندگی میکرد، دوباره با خدمتشون بودیم، نهار مهمان بودیم، واقعا یکی از روزنامه‌نگاران برجسته بود. آخرین نوشته ها شما در اکسپرس میخوندیم، چاپ پاریس، آخر جایی که کار میکرد در نشریه اکسپرس. درود بر شما. باید گفت آقای صفای حائری خبرنگار بودن که جنگ ویتنام رو پوشش دادن. بله بله، جنگ ویتنام. بفرمایید. درود بر شما. بفرمایید. سلام عرض کنم، سال نو تبریک عرض میکنم. سال نو هم بر شما مبارک. بفرمایید. من سال گذشته با شما صحبت کردم، امسال سال جدیده. من شما عرض کنم اون چیزی که بیشتر بلندی های جولان رو استراتژیک کرده و مهم برای اسرائیل اینه که 40% منابع آبی اسرائیل از این منطقه تامین میشه، منابع آب این منطقه. و از همه مهمتر اینه که شما باید تاکید بکنید معلوم کنید با اشغالگری، اینکه مردم جولان دوست دارن اونجا باشن در زیر سایه اسرائیل، خیلی هم در ایران دوست دارن زیر سایه خیلی کشورهای دیگه باشن، باید نظر اشغالگری خودتون رو بگید. شما مفسری معلوم شدین. سوال از آقای ایمان فروتنه. جناب ایمان فروتن، اولا تعریف هایی که از آقای تنام کردین از آقای بوش هم کرده بودین، نظرتون بعدا عوض شد. راجب منابع مالی فرمودین هر کی به شما کمک کنه میگیرین با کمال میل،
من سوال برای خودم، برای نسلی که 40 ساله داریم بعد از ایران میگیم به توده یا به گروه های مخالف رژیم شاه که اینا عوامل بیگانه پول میگرفتن، تامین مالی میشدن، پس چه فرقی بین شما با اوناست؟ چجوری شما دست رو هر کسی دراز میکنه که پول بده؟ خب اونم از روسا میگرفتن، روی که از چین میگرفت، روی که از لبنانی ها میگرفت، چجوری این چه مبارزه ایه؟ میفرمایید من گوشت خنگی شرف شما تشکر میکنم. خواهش میکنم در رابطه بخش اولی که گفتید صحیح نیست، در رابطه بوش احتمالا هست بفهمید. صحبتی که من کردم این هستش که کسانی که واقعا واقع‌گرا هستن برای آزادی ایران که معمولا کسانی هستند که در سطح‌های بالای سازمان‌ها و ادارات بزرگ و دولتی و غیره کار کردند، میدونن که برای تغییر رژیم در ایران بودجه لازم هست. بودجه لازم وقتی میگم 1000، 2000، 2000 دلار، 5000 دلار نیست، یه همیاری بذاریم برای این تلویزیون غیره، بالای 100 میلیون 200 میلیون هست. کارهایی که بعد انجام بشه از طریق مرزهای ایران، پشتیبانیهایی که از خانواده‌های زندان سیاسی، از کسانی که اعتصاب میکنن و غیره بعد انجام بشه، اینها بودجه میخواد. این بودجه باید از یک جای بیاد. بعضی وقتا این بودجه ها رو به عنوان لاجستیک میدن از طریق تلویزیون و رادیو غیره، بعضی وقتا این بودجه ها باید تامین بشه. تا امروز نهاد مردمی در این 18 سالی که من کار کردم حتی یک دلار از هیچ کشوری، از هیچ سازمانی از جهت نگرفته جز مردم ایران. ولی در تمام این 18 سال بنده و تمام همرزمانمون در نهاد مردمی و سازمان دیگر به این اعتقاد داشتیم برای کار بزرگ باید فکر بزرگ داشت و باید بودجه داشت، و چون ما خودمون رو میشناسیم و ما مزدور نیستیم و اجازه نخواهیم داد که کسی اگر چه یک دلار بده چه 10 میلیون دلار پول بده بیاد بگه که حالا باید این کار رو بکنید یا اون کار رو بکنید، بر علیه منافع مردم ایران باشه، زیر نظر افرادی که اون رو باید نظارت بکنن بودجه خرج خواهد شد، اگر پولی باشه، و در نهایت نه به جیب بنده خواهد رفت نه کسان دیگر. سازمان های غیر انتفاعی که باید گزارش سالانه در آمریکا بدید، اگر شما آشنایی داشته باشید 501c3 یا 501c4، تا دلار آخرش رو میپرسن چرا خرج کردید، به کجا خرج کردید و غیره. این بودجه ها لازم هست برای بسیاری مواردی که لازم هست برای تغییر بشه. کاش آقای عارفی که اینقدر حساسیت در مسئله پول گرفتن یکم به پول دادن هم اعتراض میکردن. آقا این همه پول به طالبان ندید، به حزب الله لبنان ندید، به آقای بشار اسد ندید، به ونزوئلا ندید، به چاوز ندید، به گروه های فلسطینی، به غزه ندید، به حماس ندید، یکی از اون طرف اعتراض. بنده معتقدم که اگر سیستم دنیا عوض شده، دنیا دگرگون شده آقای، اگر 205 کشور روز سازمان ملل قرار کمک بکنن به مردم ایران که به آزادیشون برسن، دست رد به سینه‌شون نباید زد، باید ازشون کمک گرفت، ازشون تشکر هم کرد. این یک، شما خیالتون راحت باشین، در زمره کسانی نیستم که در اینجا اینجا پرده پوشی کنن، معتقدم اگه کمک میکنن که مردم ایران به آزادی برسن، کمک خیلی مشروط، باید قبول کرد، تشکر هم کرد. آقای دکتر رفع نظر شما چی؟ والا منم فکر میکنم ببینید یک مسئله مهم است که آقای فروتن هم بهش اشاره کردن، مسئله اینه که شما خودت، شما به عامل دست یک کشور تبدیل میشی یا اینکه شرایطی رو میذاری قبل از دریافت کمک ها مبنی بر اینکه در ازای این کمک ها حاضر نیستی به عامل اونها تبدیل بشی، بلکه باید استقلال خود رو حفظ کنی. اگر کسی، سازمانی، نهادی، حزبی بتونه با حفظ استقلال خودش کمکی از جای بگیره، بدون شک کار خوبی میکنه میگیره، برای اینکه همینطور که آقای دکتر فروتن هم گفتن، برای کار سیاسی جدی و گسترده احتیاج به پول است، و اون هم نه پول که بشه جمع کرد. البته من معتقدم که ما ایرانیانی با ثروت‌های کلان در خارج از کشور هم داریم که اگر اینها دست تو جیبشون بکنن و چند درصد از درآمدهاشون رو در اختیار نهادهای سیاسی ایرانی بگذارن، البته به صورتی که نهادهای سیاسی بتونن زیر یک چتری جمع بشن، با هم همکاری بکنن، شفافیت داشته باشه، شاید اصلا احتیاج به کمک خارجی هم نباشه، چون واقعا ما ثروتمندان، گروه ثروتمندان ایرانی و ایرانی تبار بسیار در تمام کشورهای اروپایی و بی ویژه در آمریکا
بنابراین ولی هیچ بدی در گرفتن پول به شرط اینکه شفاف باشه و معلوم باشه به چه منظوری گرفته شده و چی در قبال اون داده شده هیچ اشکالی به نظر من نداره. درود بر شما بفرمایید. شما عید شما مبارک. عید شما مبارک. ایشالا سال خوبی برای شما خانواده و مهمان گرامیتون و آقای دکتر رفعت. الو بفرمایید گوش می‌کنیم ما رو. آقا نبودی دوباره این آقای بعد نظام جمهوری اسلامی که خراب بشه این دوست آقای توسی شروع میکنه هر روز زنگ زدن. بله حزب توده وابسته به اتحاد شوروی بوده، خودشون هم بینایی نمی‌کنن، قبول دارن که همیشه از اتحاد شوروی دفاع میکردن، ولی مشکل اینه که یکی از بزرگترین خدماتی که اسرائیل شد همین نظام جمهوری اسلامی. به تمام خواسته هاشون آقای نتانیاهو رسیدن، تمام خواسته هاشون، هیچ کس نمیتونست اینقدر خدمت به اسرائیل بکنه که جمهوری اسلامی کرد. حالا این آقا نشسته، دوست آقای توسی هم هست، چند بارم بهش گفتم که دلت به حال خودت نمیسوزه، دلت به حال زن بچه چهار نفر. نه نه دیگه بس، ممنون ممنون، تشکر، سلام سلام. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. فرانک از تهران زنگ زدم. فرانک عزیزم از تهران بفرمایید. فرانک جان بهتون کم کنم. آقای میبودی سال نو رو به شما و مهمانان عزیزم رو تبریک میگم. من امسال متاسفانه برادرم رو یه هفته پیش از دست دادم، ولی باور کنی یادتون میاد به شما گفته بودم که کانسر داره و سونامی سرطان وحشتناک ایران رو گرفته. با وجود این شلحظه سال تحضیر واقعا آرزو کردم برای آزادی مردم ایران، چون دیدم تو این مدت اخیر مردم خیلی سختی کشیدم، خیلی. اصلا من نمیدونم چجوری ما میتونیم اینقدر تحمل کنیم این سختی ها رو، ولی در این حال نمیدونم، میدونی شما روحیه من رو میشنستین، هر از گاهی امیدوارم و گاهی وقتا ناامید، ولی باور کنیم با شرایط روحی روانی فعلی که دارم اینقدر به مردم ایران امسال امیدوار شدم. همین که شجاعت پیدا کردن جلوی نمیدونم مامور شهرداری وای میستن باهاشون برخورد میکنن اگه دارن یه دست روشی آزار میدن، زنان ایران شاهکار کردن، همه اینا رو وقتی مجموعه رو در کنار هم قرار میدم واقعا امیدوار میشم. از پایتخت ایران دارم زنگ میزنم و دائم با مردم در ارتباطم. مردم به جنون منطقی رسیدن، اینطور بهتون بگم، هر آن امکان داره که چه میدونم به جرقه روشن میشه و اتفاق بیفته. باور کنی اصلا تعجب کرده بودم با این شرایط وحشتناک مالی که مردم دارن، چهارشنبه سوری با اینکه خب به هر حال ما شرایط دیگه ای داشتیم، ولی فیلم ها رو میدیدم، دائم دارم میخواست از بیرون خبر داشته باشم، دوستانم به هم خبر دادن. مردم امگار امسال با توجه به اینکه اینم باید در نظر بگیم جمهوری اسلامی امسال مردم خود را آزادتر گذاشته بود، بخاطر اینکه از اون بر میدونستن مردم اینوی نارنجا که توی آتیش میمونه و هر آن امکان داره مفجر باشن، ولی به هر حال امسال مردم سنگ تموم گذاشتن با تمام دردی که تو دلشون بود و این منو خیلی امیدوار میکنه. چیز دیگه هم که میخواستم خیلی کوتاه بگم، ببخشید، چون ماهات من میخوام با شما تماس بگیرم و امکانش نبوده، اینه که خیلی متاسفم فرانکشون، به تسلیت میگم در اینار شاد باشه نوروزی، با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید که نوروز است. آقای دکتر رفعت تشکر میکنم از حضور شما، وقت ما به سر آمد، این گفتگوها رو دنبال میکنیم. همگنانم ایمان عزیز تشکر میکنم، تشکر، خوش آمدی. احمد جان بله، با سپاس و شادباش مجدد برای آغاز سال جدید خورشیدی تشکر میکنم، تا دیدار دیگر.